سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو، السلام علیکم آقای رفاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من سیامک هستم از ایران. آقای سیامک بفرمایید. زن خسته نباشید، مستما با دستنداران پشت صحنتون سلامت باشید. برادر عزیز خواستم عرض کنم آقای مستری اکول، شما تجربه به امام زمان باور بدارید. الان یه دونه آیت الله در ایران که شاگردانش به اسم میگن علامه در کافی زمان، آقای دکتر آیت الله قزوینی، یه طبقه در اختیارش بدون واسطه ایشون گفتن من حقیق خودم دیدم امام زمان تو تهرانه عروسی کرده. آقای انصاری شما تجوری دارم بیدون آقای ایشون خودتون میدونید حتی ریاضیات ایشون هم تقیق قویه نشون به اون نشون. بعد خواستم ارزتون کنم همین برادری که گفتن امام زمان میاد و شما را هدایت میکنه یا گذارتون رو میکنه، این برادر میشه بهشون بگم ایشون چرا کسر آقای حاج سید سعید گندوی کسی را نزده که بزرگترین و ممتازترین قاری قرآن تو ایرانه، چرا نمیره اونو هدایت کنه؟ الله نستعان. میدونی جریان چیه؟ استاد بزرگ دیگه تو برنامه آقای کیانی هم عرض کردم، ولی متاسفانه آقای کیانی به خاطر احترام به برادر شیعه خودش متوجه شد. چی میگم؟ فقط آقا حمید از کرج گفت ببین این مشت محکمی تو دهن شما درست، شما خیلی معذرت میخوام، یه جوان 12 ساله حافظ کل قرآن زنگ میزنه بهش، میبره هتل، بعد میبره میگه صدای شما تون داری بلوغ میشی، صدات اول صده بیا بریم استخ به اصطلاح این بخاره ابونیه یکم صدات رو ملایم کنه. خیلی معذرت میخوام آقای انصاری، تو انسان میره هی اصلا زبانم قادر نیست بگم، متوجه کنی آقای انصاری که میگم؟ بله. با این بچه دو سال 12 سال کار میکنه، الان هم شکایت تقریبا 13 ساعته نفر ازش شکایت کرده، اینو تو شبکه صفحه آخر حالا نمیدونم شما رسد کردی یا نه. بله داریم. پروانده هست دارید؟ بله. این گفت کن دیروز واقعا نداره شدم به آقای کیانی، این حمید از کرد گفت از یمن چه خبر؟ من زنگ زدم خوش بختانه بلا فاسه واسه گفتم ازش بپرس از آقای توسی چه خبر که میاد کرد به شما درس قرآن میده یا میره بستر به توانه 12 ساله یادش میده چجوری تعالیات قرآن کنن، از آقای توسی چه خبر؟ قاسید توسی الله دوست دارم امام زمان بیاد ایشون هدایت کنه، به خدا قسم ناراحت نمیشم آقا بعدن شما قریب بود شما را هدایت کنه، منو هدایت کنه، ما این همه قرآن و حدیث میخونیم که به خدا نزدیک بشیم، چه بهتر از که یکی پیدا بشه به اسم امام زمان ده همه چیز رو یادمون بده توی حساب درست کور از خدا تنی خاصتش ببینم دیگه مفهم نمیشم آقای ساری گل. سلامت والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. الله متعالی حفظتون کنه. تشکر از شما. بله همین چیزی که برادر عزیزمون آقا سیامک فرمودن، این یک مسخره بازی است که اینا خودشون درست کردن، یک دینی است که خودشون درست کردن، خودشون هم توش موندن. مثلا این کلیپ رو ببینید. متأهل یا مجرده؟ ببین برادر بزرگوارم، این رو بارها سوال کردن، هم ما جواب دادیم، هم حضرت آیت الله طبسی در برنامه به سوی ظهور جواب دادن. این که حضرت ولیعصر ارواح نافدا زن بچه دارد یا ندارد، نه جزء اصول دینه نه جزء فروع دین است. در بعضی از روایات داریم بر اینکه حضرت
زن بچه دارن، اولادی دارن، ولی اولادشون ایشون رو به اون شکل نمیشناسن و نمیدانن که مثلا این پدر اونها حجت الهی هست. چه بسا زن همسران حضرت ولیعصر هم نشناسن. در بعضی از روایت هم داریم که نه، البته بنده خودم عقیده شخصیم با توجه به خلاصه برنامه هایی که از بعضی از اولیاء خدا شخصا شنیده ام، بر این عقیده هستم حضرت ولیعصر ارواح نافدا به سنت جد بزرگوارشون ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی عمل میکنن. و افرادی، یکی از اساتید بزرگوار من، حالا نمیدونم الان در قید حیات هستن، خدا حفظشون کنه، اگر از دنیا رفتن خدا درجاتشون رو بیشتر کنه، جناب آقای گل محمدی نقل میکرد از یکی از اولیای الهی که حضرت رو میدید میشناخت، بعد میبینه که یکی از چند روزی این حضرت ولیعصر ارواح نافدا میاد در داخل کوچه زمان شاه تو تهران، برای شما عرض کنم، میره میاد، یه مقداری براش مسئله بوده کجا میره، خلاصه بعد متوجه میشه مثلا پلاک فرض بفرمایید 154، بعد به خانواده شنا میگه مداری با اینا رفت آمد داشته باشید، ببینیم که ایشون که داره میره اونجا چه ارتباطی دارد. این رو برسه من با یک واسطه دارم عرض میکنم، من با یک واسطه دارم عرض میکنم، من با یک واسطه دارم عرض میکنم، برای شیعیان این هدیه‌ای باشد و برای کوری چشم وهابی ها، برای شیعیان این هدیه‌ای باشد و برای کوری چشم وهابی ها، برای شیعیان این هدیه‌ای باشد و برای کوری چشم وهابی ها. بعد ایشون میگفت خانومش رفت آمد میکنن، خلاصه یه مقداری میبینه که این پدر صاحب خونه همون از اهل مسجد میاد میرد اینها، بعد خلاصه خانومش میره سوال میکنه که این آقایی که میاد اینجا میره کی هست؟ میگه این داماد ما هست. میگه اسمش چیه؟ میگه اسمش سید مهدیه. گفت چطور آدم؟ او خیلی آدم خوبیه، به قدری آدم خوبی. شروع میکنه تعریف تمجید کردن اینها، بعد معلوم میشه اصلا پدر مادر همیشون رو نمیشناسن. حالا یک کسی نیست بپرسه از این آخوندا که این آقا که اومد زمان شاه با یک دختر تهرانی ازدواج کرده، طبعا تا حالا دیگه اون دختر پیر شده رفته، آقا یک زن دیگه گرفته، این زنهایی که گرفته اینا ثبت میشن، شناسنامه میگیرن، زندن، مردن، عاقبتشون چی میشه، میراثشون، خونه، زندگی، یعنی یک، من تعجب میکنم از کسایی که نواش کجاست، یعنی که اینو نمیپرسن نواش که الان پدر بزرگ ما کجاست، کجا رفته. خب طبعا آقای امام زمان که پیر نمیشه دیگه، همون تنها سن سال مونده همینطوری، و هر شاید هم سبب این 85000 دختر خیابونی که در تهران هستن و خونه و زندگی ندارن و خانه عفاف و مجلس شورای اسلام میخواد برای اینا درست بکنه و کرده، شاید هم اینا کسایی باشن که آقا باشون ازدواج میکنه و همینطوری بی سرنوشت ولشون میکنه در کوچه و بازار. یکی از اینا رو من کلیپشو خدمتتون پخش بکنم که یکی از اینها دستگیر میشه. البته قبل از این خود اینها که با هم دیگه درگیرن، یک کلیپ رو من خدمت شما عزیزان پخش بکنم، خیلی جالبه. دوستان اگر اینو پخش بکنم با صدا تصویر. آیون میدونید امام زمان ارواح نافدا 4 نایب خاص داشته، دیگه هم بعد از اون امام نایب خاص نداشته. هر کس هم ادعای نیابت خاص بکنه غلط و نادرسته و باید رد بشه. ما 69 سال غیبت صغرا داشتیم، 4 نایب خاص. خود امام فرمودن به علما مراجعه کنید، از علما مطالبتون رو بگیرید، ولی ما نیابت خاص، همسری امام زمان، دست خط امام زمان، عرض میکنم شال و پرچم و چی از طرف امام، اینا رو کسی بیاره، گفتن در دوران غیبت رد کنید، نپذیرید. اگرم یه کسی ارتباط خاص با امام زمان داشته، مثل شیخ مفید، مثل سید بحرالعلوم، اینا مسائل شخصی است، مربوط به خودشونه، هیچ وقتم دفتر و دستک و دکان باز نکرده. آرم این شبکه رو توجه بکنید، احمد جان زوم بکن، این تو شبکه ولایت دو تا جونور، یکیش اسمش قزوینی، یکیش هم اینو نمیدونم اسمش چیه، توی شبکه یکیش میگه که امام زمان همسر داره به کوری چشم وهابیه، چون که دوستان علما اهل سنت یکی از تنها که میزنن میگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که
النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ارگ نکاح سنت من، ازدواج کردن سنت من است، اگر کسی ازدواج نکنه پس از من نیست. اومدن گفتن آه چطور از این فرار بکنیم؟ گفتن بله، امام زمان با یه دختر تهرانی در زمان شاه ازدواج کرده به کوری چشم وهابیت، دین درست میکنن به کوری چشم وهابیت. تو همین شبکه یه آخوند دیگه بدون هماهنگی با آقای قزوینی که مدیر شبکه است اومده میگه که آقا هر کسی به یک همسر امام زمان است، هر کسی بگه به فلان نایب امام زمان است، هر کسی بگه با امام زمان ارتباط داره، قبول نکنید، باور نکنید. حالا حرفی کی رو باور کنن ملت؟ از یک طرف دیگه سربازان امام زمان، ایشون وقتی که این سربازان دیدن که والا خانومی پیدا شده، همین شاید همون دختر تهرانی باشه که در زمان شاه ازدواج کرده بوده، بیچاره امام اینو بی سرپرست ولش کرده و رفته، ایشون اومده ادعا کرده که همسر امام زمانه. یعنی حلال است برای قزوینی که بگه امام زمان زن و بچه داره در تهران در زمان شاه؟ این بیچاره بدبخت دیده که آخوندها به نام امام زمان خوردن، ملت و پدر ملت رو در آوردن، پول نفت، پول معادن، پول سرمایه ملت، همه چیز به نام امام زمان داره چپاول میشه. گفت که بیا منم یک دفتر و دیوانی برای خودم درست بکنم، ادعای همسری امام زمان کرده. این بیچاره بلا سرش در آوردن، آوردن زندانی کردن، خدا میشه بلایی لختش کرده باشن تو کهریزه، چه بلایی سرش در آوردن. اینو که اینطوری برخورد میکنن سربازان امام زمان. آه اینم فیلمی که خود شبکه خبرشون پخش کرده، شبکه صدا سیما پخش کرده. پیامی که از این جلسات برای شناخت بیشتر امام حی ارسال میشه، فقط مختص شیعیان و حتی مسلمانان جهان نیست و برای همه مردم جهانه. من خوب میدونم با ارسال اخباری که باید به سمع و نظر شما بندگان خوب خدا برسه، به وظیفه اصلی خودم عمل کردم. شاید بپرسید وظیفه‌ای که باید اجرا بشه چیه؟ خدمت شما بزرگوارا باید عرض کنم که من قبلنم بهتون گفتم و این موضوع برای خیلی وقتا پیشه، یعنی سال 1370 که از طرف آقا امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف به من خبر رسید که من نمیتونم بیام. این آقا خودشون گفتن، ایشون فرمودن که مردم متوجه حق نیستند و تو این اوضاع اگه من بیام باید بکشم و لذا نمیام تا نکشم. خواهرای قدیمی میدونن که اون حضرت چه تعابیری از این جلسات داشتن. مثلا اون باری که فرمودن اگه من 3 نفر مثل داشتم تا حالا اومده بودم. این یعنی چی؟ یعنی آقا امید داره به این جلسات ما. شخص نامبرده پس از 2 ازدواج ناموفق و در حینی که با همسر سوم خود زندگی می کرد، مدعی می شود با وعده حضرت صاحب الامر قرار بر این است که در دوره پس از ظهور آن حضرت این خانم را به همسری اختیار کند. این جمله از شماست که گفتین آقا ظهور کنند من رو همسری انتخاب میکنم؟ من نگفتم اینو، اهل بیت دارن میگن. چون من لیاقت نداشته باشم اون لحظه که فرا میرسه، زمانش فرا میرسه لیاقت باشم اون شرایط داشته باشم. بله، خلاصه این خانم ادعا کرد که همسر امام زمان است، بیچاره رو گرفتن سربازان گمنام امام زمان، گفتن که اگر اینو زودتر گم و گور نکنیم دیگه نون آقا آجر میشه و چه بلایی سرش آوردن نمیدونم، المهم زنده و مردش تا الان گمه. این دین مسخره ای است که اینها دارن. شما رو با خدا، یعنی باید اون بت‌پرست‌های جنگل‌های آمازون به اینها بخندن با این مسخره بازیایی که درست کردن برای خودشون. آه 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 آه